با درود خدمت همه بینندگان گرامی، یاسر فلاح هستم با قسمت دیگه ای از برنامه نما به نما با سینما در خدمت شما هستیم. در این قسمت میپردازیم به تلتئاتر یا نمایش تلویزیونی دروغ 12 به تهیه کنندگی شبکه تلویزیونی منوتو و کارگردانی سیاوش سبا که فکر میکنم اولین تجربه کارگردانی ایشون باشه در کارهای به این سبک و ساختار. دروغ 12 داستان تراژیک و کلیشه‌ای یک عشق نافرجامه که تلاش میکنه در مسیر خودش مردم ظلم دیده جامعه رو به خروش علیه ظالم بر بیانگیزه. این داستان یه داستان باطنن عشقیه، مثل تمامی داستانهای دیگه. بله شروع فیلم که دوربین به صورت چرخشی در یک نمای معرفی در فضایی از کل کار میچرخه، در واقع ماهیت کار رو و ماهیت قصه رو به ما معرفی میکنه. اکثر بازیگرها حتی با اینکه کار به صورت نمایشی اجرا میشه و قاعدتاً حس تداوم داره در اینجور نمایش ها، راکورد حسی رو نمیتونن حفظ بکنن و خیلی موارد صحنه رو از تب و تاب میندازن. البته با اینکه کسانی که نقشای فرعی کار رو بازی کردن اکثرا از عوامل و مجریای شبکه تلویزیونی منوتو هستن و اشکالات و ایرادات زیادی در نحوه بازی و پرداخت نقش دارن، اما در نهایت تلاششون قابل تقدیره. حتی اگه قرار باشه سحرکشون کل زمین تو آسمون حل بشه و تو کهکشون جایی نمونه واسمون، یعنی خلاص کلن تموم، تنگ غروب در خونتون بی اختیار باز خیرتون، تا شاپرکشیم پیلتون اون عاشق دیرینتون، یه عمری دیوونتون تو گیر و دار این زمون، کعبه شده پنجرتون کف نمیگم با آسمون، به جون بیت چشاتون نمناک خیس گونمون، جنسش بهاره نخزون، این خطشو اینم نشون، تقدیر من میگیرتون، بوسش ندین میمیرتون. ناچ فکر کنم دوست نداشتم. و چرا لیلا؟ چون اولا لیلا نه و لیلی، بعدشم اگه تو خیلی تامه لبامو میخوایی بچشی، نازمو پای هر بکشی، آره لبامو میخوایی بچشی، نازمو پای هر بکشی، آره نازمو پای هر بکشی، نازمو پای هر بکشی، بچه کجای بهشتی؟ تو بچه کجای بهشتی؟ اهو اهو اهو، چه زشتی؟ کلیشه شعر عشقی معلومه از قبل نوشتی، معلومه از قبل نوشتی، معلومه براش نگشتی، معلومه از قبل نوشتی، معلومه براش. با توجه به عمق داستان که برگرفته از داستان‌های کهن هست، اما بعضا توی بعضی از دیالوگ‌ها می‌بینیم که نویسنده کم میاره و نتیجهش میشه یه سری اشتباهات فاحش و پیش پا افتاده، مثل تغییر لهجه ناگهانی بازیگران یا تغییر لحن ادبی شخص به عامیانه، و در واقع در بعضی جاها فقط قصد این بوده که دیالوگ‌ها با هم هماهنگ بشه. این ناهماهنگی موقع دیالوگ گفتن مادر لیلی که قصد جلوگیری از رفتن لیلی رو داره کاملا خودش رو نشون میده.
چی کار میکنی؟ با تو نه؟ بچه جون کجا میخوای بری؟ هی منو نگاه کن، تو از بچه گی کل شب بودی مثل بابوی خدا بیامرزه، ولی هیچ وقت شکل اون احمق نبودی. همین الان فکرشو بکن بیرون از سره. صحنه ها دکوپاژ مشخصی ندارن و بنا به موقعیت و میزانسن بازیگران سر صحنه طراحی شده. بازی بازیگران حرفه‌ای کار مثل جناب پرویز صیاد، شهره آقداشتو، که در واقع پرده پایانی یا سکانس پایانی با بازی منحصر به فرد شهره آقداشتو، کار رو به اوج خودش میبره. برخی دیگر از بازیگران مثل لیلی پرنده خیلی حرفه‌ای انجام شده که فکر می‌کنم برگرفته از اون خلاقیت خودشون باشه. و با توجه به اینکه بقیه بازیگران نتونستن از پس هماهنگی بدن و بیان بر بیان، اما در کل کار قابل پذیرشه و از لحاظ تکنیکی دارای ایراد آنچنانی نیست. و اینکه بازیگران غیر حرفه‌ای هستن به کار ضربه آنچنانی نمیزنه، چرا که توانایی اجرای بازیگران فرعی به عنوان مجری و آشنا بودن با دوربین به اینها کمک کرده که بتونن از پس نقششون بر بیان. تو ایامی که زندگی آروم پیش میره، لاک پشتی به خوشی، که تو اون شبایی که بی خبر در میزنه درد و ناخوشی، قول میدی که بسازی با داری و نداریش، قول میدی که اگه به هیچ چی نرسید هم باز تنها نذاریش، از الان تا آخر زمان، تا اون روزی که زبونم لال کنار هم تو یه تخت یه خاکشین، آیا میپذیریش به همروانی، همتنی، همسری و همغمیت؟ آیا وکیلم که بنویسم از الان تا ابد شما دوتا یاره همین؟ عروس رفته گل بچینه. با اجازه بزرگترم، سایه سرم، یار اولم، عشق آخرم، هم پدرم هم مادرم. بله. دروغ 12 رو با اینکه توسط شبکه مناطو تهیه شده و توزیع شده و عوامل و بازیگران و حتی در استدیوی تلویزیون مناطو ضبط شده، اما با عقیده من باید جدای از شبکه مناطو این کار رو بررسی کرد، به این دلیل که رویکردی متفاوت داره با برنامه‌های شبکه مناطو. و نکته جالب توجه اینه که این کار برای اولین باره که در برنامه‌ای در قالب شبکه مناطو مستقیما به حضرت والا می‌پردازه و در واقع پیام به زیر کشیدن شخص اول رو میده. زیر خاک جای خواب ابده، گهواره جنازه، زنده یارشین با ما به شهر، صداتون رو از حلقوم والا پس بکشید. شل کنید، شل کن. کسی که پا خودش به خز این زیر، یا ترس داره یا احترام، خودومشی لطیفه. نه ترس دارم نه پی احترامم، من از شما خشمتان را میخواهم. مجنونم، مجنون مرا کشیدن به شهر، هم قدم شید که هم خودتان را رو کنید، هم دل مرا از این آشوب آسوده. این جنگ جنگ توی مارو سننه. پس اینا که تنتونن لباس رزم نیستن، کفنن. دل ندارید یا جگر؟ اوه خودتو بپا رو خاکی، سوز دلمون به حال تو به حساب کندی تیغمون ننداز. پاش باشه ما از والا و کل اولاش هم دیفتریم. تو چی؟ ما یه تنیم، زنجیر به تقدیر همیم، اینا نیان منم. پس ببونی تا ببوسید. هماهنگی بین گریم و لباس و دکور بسیار خوبه. خلاقیت تیم کاری خوبی که این کار رو انجام دادن نشون میده. پرویز صیاد مثل همیشه
بسیار استثنایی بازی کرده. ورود خیلی خوبی داره با بازی زیبا و اجرای زیبایی که داره و همچنین در پایان که پایان بسیار خوبی داره با سکانسی که خطاب به حضرت والا دیالوگ میگه، حس نوستالژیک داستانهای کهن رو در ما زنده میکنه. من اعتراض دارم آقا، من اعتراض دارم. من به کلیت این نظریه از ساختار قسط خونی این قاعده تا عوامل عملی این قوه فاحشاً بی‌اثریه اعتراض دارم. من به این خراب فکرهای ساخت مغز ضعیف بشریه اعتراض دارم. به این باور که یک قانونی ابدیه اعتراض دارم. به این که معترضین در جواب به التماس مستحق دارن، من به عالم آدم اعتراض دارم. من به این کور نگاه دلواپسی که هر نگاه جدیدی ضد وطنیه، به باختگانی که سالیان سال مالشون حفلیه، به قوانینی که جناحن جنوب کمریه، به این که تمام شخصیر همسایه بغلیه، به این که پسر همسایه بغلیمون امروز عملیه، به این که بچه های مردم رو به کشتن دادین، به کشتن دادین، هر جا فکر کردین اوضاعتون خطریه، اعتراض دارم، اعتراض دارم. من به شخص ناشخیز و مقام شامخ حضرت والا در اون بالا اعتراض دارم. حامد نیکپی از پس نقش کوتاهش به خوبی بر اومده. بازی پانیدا علوی که در نقش پرنده که بالهاش رو در واقع از او گرفتند بسیار بسیار عالی بازی کرده. هماهنگی بین حرکات بدن و بیانش بسیار عالیه و تک تک حرکاتش با اصول و حساب شده است. در قسمت موسیقی زیرزمینی فیلم پرداخته به مسائل روز و مسائل زیر پوست جامعه که به خوبی انجام شده. طراحی دکور بسیار عالی داره، طراحی لباس اون صحنه خیلی خیلی خوبه. در واقع توی اون شهر و اون جامعه میشه پلیدی و سیاهی رو در اون صحنه ها دید و حس کرد که گریبان شهر رو گرفته و البته سردرگمی جامعه و همچنین اشاره مستقیمی به فضای مجازی افسار گسیخته در جامعه ما رو داره. درد داره زندگی اینجا فرق داره، فرقش انسا رو بگیره میبینه همه جا عکس داره، هستش اجتماعی پایین و زام میگم بده، چون نداره میگیم خزه جنس از مخرج حساب کجه، اخه تو فلان آویزونش کن از گردنت که برند گرون، قیمتش خرابه بیرون خونه نداره بیرون خارج نرفته ندیده پدیده، دلیل شمینه که تو میدونی و نمیدونه بخونه چاره درد و راه در رو وقتی نیست آب سرد و آید ریخ، یا بازار مکاره اینجا زندگی درد داره، اینجا مادره به بچه شک داره، این همراهی لگیله که جانش رو و عشقش رو گرفتن، پرنده که بالش رو چیدن و عاشقی که شادابی و زیباییش رو گرفتن و خانه به دوش و همچنین مزدوری که قبلا دست نشانده ی حضرت والا بوده که پی به اشتباهاتش برده، همه اینها در درون خودش پیام‌های مستقیم داره. حضور حضرت والا و طراحی دکور اطرافش با ستون‌های شبیه به ستون‌های تخت جمشید
و رنگ‌های سرخ و سیاه اطرافش و البته اینکه حضرت والا به عنوان غذا قلب انسان صرف می‌کنه، یادآور ضحاک ماردوشه و سلطه اعراب سرزمین ما، و همچنین کلاه حضرت والا که نشانی از مذهب با خودش داره که به رنگ سیاه هست. در واقع طراحی دکور صحنه و لباس بارگاه حضرت والا خیلی نکته داره که با کمی توجه خیلی پیام‌ها رو می‌تونید دریافت کنید، و همچنین ابروهای حضرت والا که فکر میکنم نشانی از حضرت والاتر داره. پایان تراژیک لیلی و طغیان نافرجام علیه حضرت والا و خروش بیفایده فقط حس ناامیدی رو در بیننده زنده میکنه و این حس رو تداعی میکنه که این انقلاب، که این خروش بی ثمر بوده. اما در سکانس پایانی درخشش شهره آقداشتو که نقطه اوج بسیار قدرتمندی در تمامی کار محسوب میشه، حس امید و به ثمر رسیدن حرکت مردم فریب خورده و سرخورده رو زنده میکنه. بازی منحصر به فرد شهره آقداشتو با طراحی صحنه و لباس و نورپردازی کاملا مناسب، گویی مردم شهر سالهاست حضرت والا رو پشت سر گذاشتن و به آزادی و آبادانی خودخواسته ای رسید. بازی شهره آقداشتو فضای بهشت مانند رو با حرکات استثنایی ایشون و نحوه اجرای دیالوگ ها و طراحی صحنه، فضای چشم نماز رو برای ما به وجود میاره که مطمئنا هر کس دیگه‌ای به غیر از شهره آقداشتو این نقش رو بازی میکرد به خوبی نمیتونست از پس این نقش بر بیاد. تموم شد، مثل هر شروع دیگه‌ای توی لحظه. سیاهی تموم شد به قیمت ناقابل جون و جنون و جوانی یه دسته، به دست اون که اون بالا فرمونه، به دست زیر پاشو ندید. چطوری که اون که لغت کرد یه دونه بهار تکرار ناپذیری نسل، ولی گل میندازه باز لپش بعد یه آب تنیه یه همونی. چهار روز دیگه بپرسی یادشم نیست، حتی جاشم نمیمونه جز به زیر چشمون سیاهش یه نمور کبودی. کلن شهر آزاد شد، ندیدی حیف، ندایی که نبودی. نشده؟ خب میشه یه روزی به دوری یا به زودی، آخر شیری نمیبینی اگه خواب چشاتو بشوری، بخوری، بخندی، بسوری، بسازی، آبادی به شادی،
یه بار بباری بروی، منتظر آفتابی چرا وقتی تو خودت چشمه نوری. بهشتم و نمیشه فرستادش به زوری رو از پری به پوشونی و وعده بدی عاقبت پر از حوری. مگه میشه آخه؟ چه شکلی چه جوری؟ بهشت زوری عاقبت پر از حوری. نمیخوای 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 بهشت زوری عاقبت پر از حوری. نمیخوای نمیخوای نمیخوای. نگاه کن میگن نمیخوام، نگاه کن میگن نمیخوام. نه نمیان نمیان نمیان، ما هیچ جوره را نمیان. این وظیفه ماست که افقالای ناهنجار رو بسوریم. فرزندم دلبندم، خودت هم میدونی به خوبی که میزنه بیرون از یه گوشه اید هر چقدرم که آفتابو بکوبی. زنده است و فعال، دائما در حال رشد و تغییر و خلاق و شکاک انسان، نه آدم کوکی. نمیشه بگی اینو باید نخوری، اینو باید بپوشی. اگرم کجی هست که باید راست بشه، راهش نوازشه نه تو گوشی. گوش بده به صدای باطنت. خلاصه که شده یا نشدهش خیلی فرق داره. زمان فقط یک بوده، یه سراب، دروغی که به چشم کبود دل رنگی نداره، مثل سن و سال و رنگ و جنس و جنسیت، مثل خوبه که با بده اونقدر فرقی نداره، مثل نور، ستاره که اگه روسن سیاه شب نخوابه هیچ برقی نداره. ندیدی هنوز؟ نه؟ تنها واقعیت تکرار تا ابد مکرره. زندگی که هیچ مرگی نداره. این همه بریدی یه بارم بکار، میبینی چه حالی چه دردی نداره. با تشکر از توجه شما به این برنامه، با امید دیدارم.